ایران در دستان شماست. با درود به همیهنان عزیزم در سراسر جهان، ایرج شاه ولایتی هستم و برنامه امروز سیمای نهاد مردمی رو از استودیوی این سیما در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، نهاد مردمی با یک هدف و پنج اصل داره به ششمین سال حضورش به عنوان نهاد مردمی در جامعه آمادگی های لازم رو برای تغییرات بسیار اساسی در این نهاد میکنه. شما رو در جریان این تغییرات خواهیم داد. اما نهاد مردمی هدفش براندازی حکومت جمهوری اسلامی است. از روز اول این چنین بوده، هنوزم این چنین. ما میدانیم که با حضور و وجود حکومت اسلامی و با دخالت دین در حکومت، امروز ما بدتر از دیروز و فردامون حتما بدتر از امروزمون خواهد بود. روند 37 ساله گذشته نشان داد که حکومت جمهوری اسلامی و حکومت ملاها و دخالت مذهب در حکومت جز بدبختی و فلاکت برای مردم ایران هیچ ارمغان دیگری نخواهد داشت. هموطنان عزیز، حکومت جمهوری اسلامی به طور مداوم باید در بحران زندگی بکنه. اما این بحرانی رو که میخواد همیشه در تلاطمی که ایجاد میکنه زندگی بکنه، در تمام این 37-8 سال گذشته برای ملت ایران جز ضرر و زیان هیچ پیامد دیگری نداشته است. نگاه کنید، یه روزی ایران عقاب اوپک بود. یک روزی ایران اون چرا که تولید میکرد صرف ساختن آینده مردمش میکرد. نگاه کنید در طی 37-8 سال گذشته اون چرا که این حکومت کرد، خودشو تحقیر کرد در برابر ملت ایران و این حکومت تحقیر شد در سراسر جهان. ببینید که چگونه به انزوا کشیده شده و چگونه در مجامع مختلف تحقیرش میکنن. جمهوری اسلامی در منطقه بسیار بسیار تحقیر شده. فیلمی رو نگاه میکردم از آمدن نخست وزیر ایتالیا، اگر که درست بگم، با یک گروه زیادی برای تجارت با ایران. و بعد نگاه میکردم آقای رئیس جمهور رو که با چه حقارتی دست پاچه بود از اینکه این مهمان عالی قدر قراره بیاد. و بعد مقایسه میکردم با گذشته و مقایسه میکردیم با اون چه که در گذشته وقتی مهمانانی به ایران میومدند یا وقتی که سرکردگان ایران وقتی به کشورهای مختلف میرفتن چگونه مورد احترام قرار میگرفتن و اون سلف استیم بالایی که در وجود این شخصیت ها بود و این کسانی که برای بازدید یا برای تجارت یا برای عقد قرارداد به کشورهای مختلف میرفتن و یا وقتی که به ایران میامدن. غم انگیزه، واقعا غم انگیزه که یه حکومتی سرکردگانش این چنین تحقیر شده هستند و هنوز هم به این حکومت ننگینشون میخوان ادامه بدن. تا کی؟
حکومتگرانی که در دل مردم هیچ جایی ندارند، حکومتگرانی که در سایر جاهای دنیا هم با توجه به روند زندگیشون، روند حرکتشون، روند اینا که سیاستمدار نبودند، به قول خودشون انقلابی هستن اینها. شما سید علی خامنه‌ای رو نگاه کنید، میگه من انقلابی هستم. چه انقلابی؟ آقای سید علی خامنه‌ای چه انقلابی؟ خجالت نمی کشید شما که بعد از 37-8 سال این چنین ایران رو منزوی کردید؟ حالا خودتون که اصلا هیچ کسی دیگه برای شما ارزش قائل نیست. امروز یک طنزی رو در این حال از ایران به دستم رسیده بود در مورد این سید علی خامنه‌ای، خیلی جالبه. میگه گفتم اسم رئیس جمهور آمریکا و ترکیه و پادشاه عربستان چیست؟ گفت رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما است. رئیس جمهور ترکیه رجب اردوغان و پادشاه عربستان هم ملک سلمان است. گفتم آفرین، حالا بگو رئیس جمهور و رهبر ایران کیه؟ گفت نمیدانم. گفتم یعنی تو نمیدونی رهبر آمریکا و ترکیه و تو میدونی رهبر آمریکا و ترکیه و عربستان کیه، ولی نمیدونی رئیس جمهور و رهبر ایران کیه؟ گفت پس فکر میکنی برای چی من این چنین قاطی کردم؟ تو هم اگه جای من بودی همین چنین قاطی میکردی؟ گفتم حسن روحانی چه کاره است؟ گفت الان نمیدونم، ولی تا قبل از عید رئیس جمهور بود. با تعجب میگم مگه برکنار شده؟ الان کی رئیس جمهوره؟ گفت الان رئیس جمهور وجود نداره. رئیس جمهوری که نه رهبرش قبولش داشته باشه، نه رئیس قوه قضاییه قبولش داشته باشه، نه مجلس قبولش داشته باشه، نه سپاه قبولش داشته باشه، که رئیس جمهور نیست. گفتم آهان، از اون نظر میگی. بگو ببینم الان آقای خامنه‌ای چه کار است؟ گفت رهبر اپوزیسیون. گفتم چی؟ گفت رهبر اپوزیسیونه. گفتم برای چی؟ از کجا تو به این نتیجه رسیدی؟ گفت از همین سخنرانی مشهدش. الان مهمترین مخالف دولت، مجلس، انتخابات، سیاست‌های اقتصادی، سیاست خارجی، سیاست فرهنگی و همه اینها علی خامنه‌ایه. به این میگن رهبر اپوزیسیون. گفتم پس رهبر ایران کیه؟ گفت نمیدونم. گفتم مگه همین آقای خامنه‌ای خودش از روحانی حمایت نکرده؟ گفت هم حمایت کرده و هم با سیاستاش مخالفه. گفتم مگه خامنه‌ای خودش طرفدار مذاکرات نبوده؟ گفت هم طرفدارش بوده و هم باهاش مخالفه. گفتم مگه خامنه‌ای خودش شورای نگهبان رو بالای سر انتخابات نگذاشته؟ گفت گذاشته، ولی با نتیجه انتخابات هم مخالفه. گفتم مگه آقای خامنه‌ای خودش نگفت مخالفان حکومت هم در انتخابات شرکت کنند؟ گفت خودش گفت، ولی حالا با نتیجه انتخابات مخالفه. گفتم یعنی الان تو به خاطر همین چیزا قاطی کردی؟ گفت آره، ولی خوشحالم. گفتم برای چی دیگه خوشحالی؟ گفت یادت میگفتی اپوزیسیون رهبر نداره، به همین دلیل به نتیجه نمیرسه. میگفتی رهبری اپوزیسیون باید داخل کشور باشه، باید جرأت اعتراض داشته باشه. گفتم آره، چه خوب یادته. گفت الان دیگه اپوزیسیون هم رهبر داره، هم رهبرش داخل کشوره، هم جرأت اعتراض داره، هم داره اعتراض میکنه. الان دیگه همین خامنه‌ای رهبر اپوزیسیونه دیگه. گفتم یعنی چی شد که اینطوری شد؟ گفت فکر میکنی برای چی منم قاطی کردم؟ اگه میدونستم چی شد که اینطوری شد که قاطی نمیکردم. تعجب میکنم تو چرا قاطی نمیکنی؟ گفتم منم الان دیگه قاطی کردم. گفت پس بزن قدش که همه ملت قاطی کردن، ما هم روش، به افتخار یک ملتی که همه با هم قاطی کردن. هموطنان عزیز، تا
تا زمانی که شما ملتی باشید که این چنین قاطی کردید به دلیل وجود رهبران قاتل فاسد ابلهی چون سید علی خامنه ای و تمام کسانی که باشون کار میکنن، یادتون باشه که همین چنین قاطی خواهید ماند مگر اینکه یه فکری برای خودتون بکنید. ببینید همیشه میگن آخونده خیلی آدم های زرنگی هستن، خیلی آدم های زرنگی هستن، منتها در جهت منافع خودشون. نگاه کنید ببینید در تمام این 37-8 سال کجا منافع شما رو در نظر گرفتن. و اگه منتظر هستید که این مجموعه یک روزی منافع شما رو در نظر بگیرن، هیهات، که این فکر بی خود و بیهوده است. اگه تا حالا نبوده از این به بعدش هم نیست. اما ملتی که یک روزی برای خودش عقاب اوپک بود، امروز حتی جرأت دیگه نمیکنه در جلسات اوپک شرکت بکنه. نگاه کنید ببینید چقدر تحقیر شده که جمهوری اسلامی چی کرده، اعلام کرده از طرح فریز نفتی حمایت میکنه اما موافق تثبیت سقف تولید خود در سطح ماه ژانویه نیست. میدونید چرا؟ اجازه بدید تا بریم سرخط اخبار رو ببینیم و برگردیم و ببینیم جواب این سوال چی. با درود، بارش‌های شدید در چند روز گذشته موجب جاری شدن سیل و آب گرفتگی در 9 استان ایران شده است. بیشترین خسارت در استان‌های خوزستان، لرستان و ایلام گزارش شده است. رئیس اورژانس ایران می‌گوید جاری شدن سیل در غرب کشور 6 تن را به کشتن داده است. 2 تن نیز مفقود شدند. بیشترین آسیب‌ها به استان‌های ایلام و لرستان و شهر دزفور در استان خوزستان وارد آمده است. تهران در چند هفته اخیر شاهد بارش بی سابقه باران طی 30 سال گذشته بود. این مسئله باعث شد کارشناسان نسبت به احتمال وقوع سیل در این شهر هشدار دهند. پاسدار محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید که کشورهایی چون امارات و عربستان برای به خطر انداختن امنیت ایران از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. او تاریخ برگزاری رزمایشی جدید در جنوب شرقی ایران را با هدف نمایش قدرت اعلام کرد. حسین جابری انصاری اعلام کرد که اولین محموله از فاز نخستین تحویل سامانه دفاعی موشکی S-300 به ایران رسیده است. قرار است تجهیزات از جنوب روسیه و از مسیر دریای خزر وارد خاک ایران شود. یک هفته پس از تایید رسمی اعزام تکاوران ارتش ایران به سوریه، دست کم 4 تن از آنها در این کشور کشته شدند. به رغم این، فرمانده نیروی زمینی ارتش حضور یگانی تکاوران در سوریه را تکذیب کرده است. مصطفی تاج‌زاده در نامه‌ای سرگشاده از مخالفت خامنه‌ای و منصوبان او با برجام و سیاست‌های دولت روحانی انتقاد کرده است. تاج‌زاده گفته شما رهبر کشورید. این همه مخالف‌خوانی و ضدیت با ملت پسندیده نیست. تحلیلگران نامه مهدی کروبی به روحانی را تاریخی و بسیار شجاعانه خواندند که مخاطب اصلی آن خامنه‌ای است. کروبی رهبر جمهوری اسلامی را مستبد، خودمحور، جاه طلب و دارای حب ریاست و توسعه قدرت خوانده است. علی صوفی رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان تهران گفته است توافق برای ریاست مجلس دهم بین سران اصلاحات یعنی هاشمی، روحانی و رئیس دولت اصلاحات صورت گرفته و توافق این بوده و هست که کرسی ریاست مجلس آینده از آن عارف باشد. ایران و ایتالیا در جریان سفر ماتو رنسی نخست وزیر ایتالیا به تهران موافقتنامه هایی که ارزش آنها به طور بالقوه به چندین میلیارد دلار می رسد امضا کردند.
اتحادیه اروپا در آستانه سفر هیئتی از مقام‌های بلندپایه این نهاد به ایران تحریم‌های خود علیه 82 مقام و یک نهاد ایرانی را که به خاطر نقض حقوق بشر در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند برای یک سال دیگر تمدید کرد. بهای نفت خام با جهشی چشمگیر به بالاترین حد در 4 ماه گذشته رسید. نفت خام 45 دلاری حاصل توافق روسیه و عربستان بر سر توقف موقت تولید نفت است. حالا جلب موافقت ایران برای مقابله با اشباع نفت در بازار امری حیاتی است. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران از صدور کیفرخواست برای پرونده 12,000 میلیارد تومانی خبر داد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران در ادامه بررسی لایحه بودجه کل سال 1395 که با تأخیر در حال تصویب است، بودجه دفاعی کشور را تا سقف 3500 میلیارد تومان اضافه کردند. مادر حسین رونقی ملکی زندانی سیاسی میگوید حال فرزندش به دلیل اعتصاب غذای خوش به شدت وخیم است و به نظر پزشک متخصص وضعیت او بحرانی است. مادر این زندانی گفته اگر اتفاقی برای فرزندش بیفتد مسئولان باید پاسخگو باشند. جعفر عظیم‌زاده و اسماعیل عبدی که همکنون در اوین زندانی هستند میگویند همزمان با اول ماه مه روز جهانی کارگر در اعتراض به امنیتی شدن فضای فعالیت‌های صنفی در ایران به اعتصاب غذای نامحدود دست می‌زنند. مهدی عبدی عضو ارشد شورای هماهنگی حزب الله در ایران خاتمی و هاشمی رفسنجانی را به ترور انقلابی تهدید کرد. او همچنین گفت در صورت رهایی موسوی و کروبی از بازداشت خانگی حزب الله امان نفس کشیدن به آنها نخواهد داد. دولت آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر از ایران و چند کشور دیگر انتقاد کرده است. در این گزارش ایران به لحاظ نقض حقوق بشر همردیف کشورهایی مانند کره شمالی، چین و سودان قرار گرفته است. علی مطهری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان تصمیم این شورا برای حذف مینو خالقی یکی از راهیافتگان اصفهان به مجلس دهم را غیر قانونی خواند. او از وزارت کشور خواست اعتبارنامه این نماینده را صادر کند. ساعاتی بعد از پایان رسمی اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی بیانیه پایانی این اجلاس منتشر شده است که در بندهای از آن جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تهران رفت. 7 کمیسیونر اروپایی او را در این سفر همراهی می کنند. گسترش همکاری‌های اقتصادی، بحران سوریه و شمار بالای اعدام در ایران از مباحث این دیدار خواهد بود. گشت‌های طرح امنیت اخلاقی در شروع مرحله جدید در خیابان‌ها و میدان‌های تهران مستقر شدند. مبارزه با مصادیق بدپوششی، کشف حجاب در خودرو و مزاحمت برای نوامیس از جمله اهداف این مرحله است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از آمریکا خواسته است که موانع را از سر راه همکاری ایران با سیستم بانکی جهان بردارد، زیرا به گفته او هدف اصلی کشورش در توافق هسته‌ای با قدرت‌های بزرگ و امضای برجام بیرون کشیدن کشور از انزوای اقتصادی و اتصال به سیستم مالی بین‌المللی بوده است. وکیل امید کوکبی فیزیکدان زندانی اعلام کرد که آزمایش ها نشان داده که کوکبی در زندان به سرطان کلیه مبتلا شده است. او با تاکید بر اینکه تعلل در جراحی او خطرات جبران ناپذیر به دنبال دارد خواستار آزادی سریع موکل خود شد. رسانه‌های ایران از تجاوز، قتل و سوزاندن جسد دختر بچه‌ای 6 ساله افغانی به نام ستایش قریشی خبر دادند. قاتل او نوجوانی 17 ساله و شهروند ایران است. خبر مرگ این دختر واکنش و خشم بسیاری را برانگیخته است. افشین سهرابزاده زندانی سیاسی بیمار و تبعیدی زندان میناب در اعتراض به عدم اعطای مرخصی پزشکی از 23 فروردین با دوختن لبانش دست به اعتصاب قضا زده است.
روز پنجشنبه 26 فروردین ماه حکم اعدام یک زن زندانی به نام آمنه رضاییان 43 ساله به اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان کاشمر اجرا شد. شب و روزتان خوش. شماره تلگرام نهاد مردمی برای ارسال پیام‌های صوتی و نوشتاری 2046-762-588-095. هموطنان عزیز، عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در تمام این 37-8 سال گذشته نتیجه‌ای که امروز داده اینه که لرزه بر اندام حکومتگران انداخته. این حکومتگران جمهوری اسلامی می دانند که به زودی سقوطشون فرا خواهد رسید. اینا، این حکومتگران، این فاسدان، این جلادان، این خونخاران، سقوطشون در وجود خودشون. و جالبه که یکی از این یاران این حکومت، همین هاشمی رفسنجانی، می فرماید که هیچ کسی یارای مقاومت در برابر خواست اکثریت مردم را ندارد. هر کسی را مردم نخواهند باید کنار برود. واو. دیگه حالا یواش یواش صدای مرگ حکومت جمهوری اسلامی از حلقوم کسانی که خودشون این ساختار جمهوری اسلامی رو پیریزی کردن داره در میاد. و این نشان دهنده اینه که ملت ایران برنده است. نشانگر اینه که اگر که حکومت جمهوری اسلامی امروز میخواد که تولیدش رو هرچه بیشتر تولید بکنه، برای اینه که این جیب گشاد این حکومتگران جمهوری اسلامی هنوز پر نشده. اینا میخوان هرچه که ممکنه از این نفت بفروشند و حسابهاشون رو در کشورهای دیگه ارقامش رو بالا ببرند. اینها میخواهند که پول ملت ایران رو خرج سوریه و لبنان و فلسطین و هر جای دیگری در جهان بکنند، برای اینکه فردا جایی برای زندگی کردن داشته باشند. این ابلهان فکر میکنند 2000 سال زندگی میکنند. اینها نمیدانند که همونطور که دیکتاتورهای دیگه به خاک سپرده شدند و دیگه کسی ازشون یادی نمیکنه، اینها هم به زبالدان تاریخ خواهند رفت. برای چی به دنبال این همه مالندوزی هستند؟ اما نگاه کنیم ببینیم این پولای ملت ایران رو که این چنین خرج کردن در سوریه و در لبنان، ببینید که مردم سوریه چه عکس العملی رو نسبت به این حکومتگران دارن و چه نگاهی به اونها میکنن. در سوریه عکس سید علی خامنه‌ای رو آتش میزنن و در سوریه یک حالت نفرتی از این حکومت دارن. همین سوریه‌ای که حکومت جمهوری اسلامی جوانان ایران رو به کشتن میده، به عنوان کلاه سبزها اینا رو میفرسته اونجا برای اینکه میخواد از شر یک سری از کسانی که فرزندان ایران هستند رو میخواد از شرشون خلاص بشه. هموطنان عزیز، پاسداران، سپاهیان، چرا داوطلب میشید به خودکشی؟ چرا داوطلب میشید برای امیال حکومتگران جمهوری اسلامی که یک بخشیش خلاص شدن از شما هاست، از شرتون، که دیگه فردا انتظار خونه و بهداشت و آزادی و رفاه نداشته باشید؟ اصلا چه حقی داره سید علی خامنه ای و این حکومت فاسد فرزندان ایران رو در سوریه به کشتن بده؟ برای چی؟ برای چه منفعتی؟ این حکومت چه حقی داره که منابع مالی ایران رو، منابع انسانی ایران رو در سوریه و اینجا و اونجا خرج بکنه؟ و نتیجهش نفرت ملت سوریه از حکومت جمهوری اسلامی است. اجازه بدید تا این ویدیوی کوتاه رو با هم ببینیم. Yeah.
حکومتی که باعث شد بیش از 300 هزار نفر از مردم سوریه کشته بشن، میلیون ها نفر آواره بشن، این مملکت داغون بشه، حکومت جمهوری اسلامی است و این حکومت سرنوشتی غیر از این نداره و این مردم سوریه هم به هر حال فکر میکنن که چه عاملی باعث شد که مملکتشون این چنین شخم بشه، که این چنین آواره در کشورهای مختلف دنیا بشن، که این همه کشته بدن و این چنین بی آینده بشند. و این آه مادران ایرانی هم، آه پدران و مادران ایرانی که فرزندانشون به دست این حکومت کشته شدند، این کسانی که عزیزانشون زیر خروارها خاک خوابیدن، این همه کشته در این مملکت، چه از اون جنگ ایران و عراق گرفته و چه پس آمداش و چه اون چه که این مردم رو گرفتن به بهانه بیجا، به بهانه های بی خود این بچه های مردم رو گرفتن و این چنین به خاک سیاه نشوندن و یا این چنین در سیاه چال های حکومت جمهوری اسلامی دارن از بین میرن، مثل کوکبی، این جوان برازنده تحصیل کرده و هزاران هزار جوانان دیگر و مردان و زنان دیگری که زیر یوغ این استبداد دارن از بین میرن. اینها آهشون، اینها زبان دلشون، هر روز عکس های سید علی خامنه ای و این حکومتگران ابله رو آتش میزنند. اما اگه در ایران اگه جرأت نمیکنن اینا رو بیارن جلوی شما و فیلم ازش بگیرن و پخشش بکنن، دلیل بر این نیست که وجود نداشته باشه. وجود داره. میگین نه، برین جلوی زندان ها نگاه کنید ببینید که این دفعه دیگه بطری چی آوردن که خودشون آتش بزنن، بطری بنزین آوردن مادرها پدرها جلوی زندان اوین که اگه قرار بشه شما بچهای ما اینجوری رفتار کنید خودمون آتش میزنیم. این آتش دل ملت ایرانه که به هر حال به زودی زود این حکومت رو در این آتش خواهد سوزاند. اما افسوس که دیکتاتورها هم کرن و هم کور. افسوس. نگاه کنیم ببینید در این نماز جمعه، اجازه بدید قبل از اون نگاه کنیم به این سیلاب هایی که در ایران داره کولاک میکنه. این اجازه بدید تا من این رو از اینجا برای شما پخش بکنم هموطنان عزیز و ببینید که این مملکت رو چگونه در طی این مدت اینها یعنی اداره کردن. چه اداره کردنی؟ نگاه کنید. این سرزمین من و شماست. این سرزمین نفتخیز و ثروتمند من و شماست. نگاه کنید. همین روزها چندین شهر ایران، شهرهای جنوبی ایران زیر سیلابه، برای اینکه اینا هیچ وقت کاری اصولی برای پیشگیری از اون اتفاقاتی که ممکنه بیفته نکردن. اینها مردمان سرزمینی هستند که یکی از ثروتمندترین سرزمین‌های جهان، اما با یک باران ببینید دچار چه خسارت‌هایی میشن، با یک زلزله ببینید که ملت ایران دچار چه خسارت‌هایی میشن. برای اینکه این حکومت هیچگاه به این مردم فکر نکرده، هیچگاه به رفاه این مردم فکر نکرده، هیچگاه به آینده این مردم فکر نکرده. اما ببینید هموطنان عزیز، به خصوص بعد
اجازه بدید تا این مردم ایران، این زندگی مردم ایرانه، این خانه هاشون به چه سادگی ویران میشه، بی خانمان میشن و هیچ جای دیگه برای زندگی کردن ندارن. هیداد هیهات از این حکومت. هموطنان عزیز، قبل از انتخابات گفتیم که این وعده وعیدهایی رو که آقای رئیس جمهور امروز میدادند، اینها از همون وعده های تو خالی بود که در طی این 37-8 سال این حکومت به طور مداوم از همون اولش که خمینی آمد دادند، در زمینه این که آب را مجانی میکنیم، برق را مجانی میکنیم، نان را به سر سفره شما میاریم، نمیدونم از این حرفایی که ایشون زدن، و حالا همین امروز دوباره نان رو دارن گرون میکنن. نان دانه 900 تومان، عجیب و غریبه، اون دونه 5000 تومان شد 900 تومان. اما فکر کنید هموطنان عزیز، در اون زمان انتخابات گفتیم که امروز شما رو میکشونن پای صندوق های رأی، ولی مطمئن باشید دوباره بگیر بگیرها دوباره شروع میشه، دوباره گیر دادن به خانوم ها دوباره شروع میشه، و دیدید که دوباره شروع کردن. همیشه اینجوریه، قبل از انتخابات اینها موجودات دیگری هستن و بعد از انتخابات تغییر میکنن، اما ماهیتشون همونه. اینا موجودات فاسد و دروغگویی هستن که با دروغ سر پاشون موندن امروز تا امروز. اما هیچگاه ظلم پایدار نمونده. مملکت رو می شود با کفر ادامه داد، ولی نمی شود، یا اداره کرد، ولی نمی شود با ظلم اداره کرد. اجازه بدید تا به سخنان یکی از این آخوندها گوش بدیم در این نماز جمعه قبلی که ایشون چگونه وعده و وعید میدن که بروید و جوانان را نگاه ببینن که ما چه داریم امروز، چه داریم امروز، جز تحقیر، جز بدبختی، جز بیماری، جز نکبت، جز بیسوادی، جز اون چه که امروز ملت ایران شایستش نیستند که این همه بیچارگی و فقر داشته باشند، جز این که جوانانشون دارن هر روز از اون مملکت فرار میکنن، جز اعتیاد، جز فحشا، جز بیسوادی، جز بیکاری، شما برای این مردم چه آوردید که حالا این صحبت ها رو میکنید؟ جوانای ما باید قدر این نظام رو بدونن، قدر این موفقیت ها رو بدونن، قدر این پیشرفت ها، قدر این عزت جهانی که خدا به این داده بدونن، و بعد هم یه مقایسه بکنن برای بین این ایران و کشورهای دیگر اسلامی. مصر از کشورهای بزرگ اسلامی بود، الازهر هزار ساله داره، به چه روزگار سختی دچار بوده این فرعون بدبخت، چه بلایی به سر مردم آورده بود. این مردم زنده، این مردم بیدار، این مردم انقلابی خفه شده بودن، جلوشون گرفته بود، نفسشون در نمیمد. من رفتم چند سفر، میدم از لذی چه خبره. خب اونا رو ببینید، اینجا ببینید تو این 30 سال، 32-33 سال چه شده. چه کشورهای دیگه هم یه بدتر از اونجا. اینا نعمتایش خدا داده، باید قدرشون نست، و این جوانها باید این مطالب نسل بعدی خودشون منتقل بکنن. مسئله بعدی مسئله راستی، شما که به این نماز جمعه ها می روید و این لاتایلات این دزدان رو گوش می دید، شما واقعا خودتون فکر نمی کنید که اینا حرفایی که دارن می زنن همش دروغه؟ برای چی می شینید اونجا و این چنین حیرت زده هستید؟ آیا واقعا به خاطر اینه که دیگه شما امیدی برای فردا ندارید؟ ولی یادتون باشه، اون کسانی که بین شما نیستن، اگر قیافاتون دوباره نگاه کنن، یه مش پیر مرد و پیر زن اونجا می نشینید. ولی اون کسانی که فردای ایران مال اونهاست، جوان ها هستن، و این جوان ها نمیان اونجا. این جوان ها هر روز شما رو هم تحقیرتون می کنن که میرید اونجا و این لاتعالات رو گوش می دین.
آیا خودتون رو فروختن به یک چلو کباب و یک غذا و نمیدونم یک یارانه، این تحقیر نیست؟ خودتون تحقیر نمی کنین؟ این حکومت تحقیر شده خودش که تحقیری، هر روز داره شما رو هم تحقیر میکنه. اما اون مملکت مال شما نیست، مملکت مال اون جووناست. شما اگر امیدی ندارید، اگر شما واقعا این چنین تحقیر شده هستید که اگه نیستید دیگه نباید شرکت کنید، برای چی شما میرید توی نماز جمعه و به اینا اهمیت میدید که حرفشون رو گوش بدین؟ حرفاشو ببینید چی داره میگه این، چه مقایسه‌ای بکنن. شما برید به جوونا چی بگید که چه کردن در طی این مدت. شما یه عده‌ای از خود شماها که اونجا نشستید اگه درست نگاه کنید، بین دوستانتون، بین فامیلتون، بین همسایگانتون کسانی هستن که امروز در فقر زندگی میکنن، که امروز بچه‌هاشون بیکارن، که آینده این ندارند، که امروز بچه‌هاشون در بهشت زهرا خوابیدند یا تو این زندان‌ها هستند به دلیل حرفی که زدند یا فکری که کردند. شما واقعاً فکر نمی‌کنید که شما هم به ملت ایران بدهکارید؟ چرا باید شما گوش بدید به حرفای اینا؟ چرا باید برید توی نماز جمعه؟ اگر شما واقعا میخواید نماز بخونید، اگر شما خدایی در قلبتون هست، ایمانی دارید، در همون خونهاتون بنشینید نمازتون رو بخونید. ولی این دولا راست شدن به خاطر این که به شما یه چیزی بدن، این تحقیر خودتونه و این شایسته یک ایرانی نیست. شایسته یک ایرانی که میبینه در مملکتش داره چی میگذره و کنار نشسته و داره نگاه میکنه نیست واقعا. شما فردا، در فردای ایران که حکومت ایران به دست ملت ایران خواهد رسید، فردای ایران که مردم ایران ایران را اداره خواهند کرد، فردای آزادی ایران، شما وقتی به این فیلم زندگی خودتون نگاه کنید خجالت خواهید کشید. شما هم به صف مردم بپیوندید، شما هم همچون سپاهیانی که بسیجی هایی که به صف مردم پیوستند، شما هم بپیوندید. این حکومت لرزانه، این حکومت بسیار بسیار لرزانه، برای اینکه این حکومت دروغ و فساد که ماندنی نیست، همه میدونن، شما چرا نمیدونید؟ خیلی خوب، اجازه بدهید تا ویدیو کلیپ دیگری رو داریم با هم ببینیم و باز میگه. رویدادهای هفته پیش رو، برگرفته از گاه شمار ملی ایران، 30 فروردین 1300، حمله سمیتقو به آذربایجان، اسماعیل آقا سمیتیکو معروف به سمپو شکاک، رئیس ایل شکاک در منطقه مرزی ایران و ترکیه بود. او با دولت‌های روسیه، انگلستان، ترکیه و آلمان ارتباط نزدیک داشت. وی علیه حکومت مرکزی رضا شاه پهلوی قیام نمود و عده‌ای از افراد برجسته آذربایجان و نیروهای دولتی و سران مذهبی آشوری‌ها را کشتار نمود و سرانجام در 30 تیر 1309 توسط نیروهای دولتی کشته شد. 31 فروردین 1348، آماده باش نیروهای ایرانی. به دنبال محدودیت‌هایی که دولت عراق در مورد کشتیرانی در اروندرود برقرار کرد، وزارت امور خارجه ایران بی‌اعتباری عهدنامه 1937 را در مجلس سنا اعلام کرد و نیروهای نظامی ایران در مرزهای آبی و خاکی با عراق به حال آماده باش در آمدند. 1 اردیبهشت 1328، تشکیل مجلس مؤسسان دوم. در این روز مجلس مؤسسان دوم با 272 نماینده با نطق محمد رضا شاه افتتاح شد. محمد رضا شاه در نطق خود این کار را خدمت ملی خواند و با برشمردن اوضاع ناگوار کشور در چند سال گذشته، علت العلل بروز این معایب را عدم رعایت اصل تعادل قوای سگانه کشور دانست. 1 اردیبهشت، روز بزرگ داشت شیخ اجل سعدی شیرازی. شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی در حدود سال 606 قمری در شیراز ولادت یافت. وی در اوان جوانی برای تحصیل علوم ادبی و دینی راهی نظامیه بغداد شد. سعدی در اواسط قرن هفتم به شیراز بازگشت و بوستان و گلستان را نگاشت. وی از آن پس قسمت عمده عمر خود را در زادگاه خود گذراند تا اینکه در 85 سالگی درگذشت.
2 اردیبهشت 1359 سال روز اعلام انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها. در چنین روزی به دنبال اشغال دانشگاه تربیت معلم توسط نیروهای مجاهدین خلق و چند گروه دیگر، خمینی دستور تعطیلی دانشگاه ها را داد تا با مطالعه و دقت و فرصت کافی تحولی قابل قبول بنیادگرایان اسلامی و ملایان در نظام دانشگاهی کشور پدید آید. 2 اردیبهشت 1358 تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. در چنین روزی طی فرمانی به شورای انقلاب، خمینی رسما تأسیس نهاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را اعلام کرد و شورای انقلاب نیز با تأسیس شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گامی اساسی در جهت سازماندهی این نهاد برداشت. 3 اردیبهشت روز بزرگ داشت شیخ بهایی. بهاءالدین محمد عاملی، مشهور به شیخ بهایی، از دانشمندان به نام عهد شاه عباس صفوی است. وی در بلبک متولد شد و در 13 سالگی همراه پدرش به ایران مهاجرت کرد. از آثار او می توان به کشکول، دیوان غزلیات و 2 مثنوی معروف نان و حلوا و شیر و شکر اشاره کرد. 4 اردیبهشت 1305 تاجگذاری رضا شاه در تهران. رضا شاه پهلوی در این روز طی مراسمی در تهران تاجگذاری کرد. وی در این مراسم که در کاخ گلستان برگزار شده بود، شخصا تاج را بر سر نهاد. در آن زمان محمد علی فروغی نخست وزیر بود. 4 اردیبهشت 1319 تأسیس و آغاز به کار رادیو. در این روز برای اولین بار در ایران اداره رادیو تأسیس و از فرستنده رادیو تهران گزارش فعالیت‌های داخلی کشور پخش شد. در ابتدای تأسیس رادیو، اداره امور آن زیر نظر وزارت فرهنگ بود و برنامه‌های آن از یک فرستنده به مدت روزانه 5 ساعت پخش می‌شد. 4 اردیبهشت 1314 راه‌اندازی فرهنگستان ایران. در چنین روزی برای توسعه و تکمیل زبان و وضع واژه‌های جدید فارسی و جایگزین نمودن آنها به جای لغات بیگانه، سازمانی به نام فرهنگستان ایران تأسیس یافت. در همین روز ذکاءالملک فروغی رئیس الوزراء به ریاست فرهنگستان انتخاب شد. 5 اردیبهشت 1359 شکست عملیات آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در طبس. آمریکا در جریان گروگانگیری دیپلمات‌ها و کارکنانش در سفارت این کشور در صدد حل این قضیه از طریق نظامی برآمد. دولت کارتر بر اساس نقشه بسیار محرمانه با تعدادی هواپیمای نظامی و 20 هلیکوپتر این عملیات را آغاز کرد. اما با بروز طوفان شن و برخورد هلیکوپتر با هواپیما و آتش گرفتن آنها، ادامه این نقشه متوقف شده و با به جا گذاردن جنازه‌های سوخته شده ایران را ترک کردند. شماره تلگرام نهاد مردمی برای ارسال پیام‌های صوتی و نوشتاری 2046-762-588-095. هموطنان عزیزم، مجله نیوزویک، مجله امریکایی نیوزویک، در نشریه آخرین نشریه خودش مطلبی رو از سفر نخست وزیر ایتالیا به ایران عنوان کرده در این زمینه. ایشون یعنی این نشریه میگه که اما تجارت با رژیم ایران یک پرسش اخلاقی را برای ما مطرح میکند. آیا روابط تجاری شما اروپاییان با حکومت ملاها حمایت از نقض حقوق بشر به شمار نمی رود؟ این نشریه می نویسه رژیم ایران در حال حاضر از سوی نهادهای بین المللی متهم به نقض حقوق بشر، شکنجه و نقض حقوق زنان، روزنامه نگاران و وکلا و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی است. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می شود که آیا تجارت با رژیم ایران بدون تغییر رفتار حاکمان این کشور امکان پذیر است؟ مطمئناً برای کسانی که دغدغه اخلاق دارند، تجارت با آیت الله ها مشکل ساز است و تاریخ افراد و نهادهایی که با حکومت های ناقض حقوق بشر همکاری می کنند را نخواهد بخشید. نیوزویک می نویسه روابط تجاری و
روابط تجاری با آلمان نازی را به یاد بیاورید. اونها از منافع اقتصادی ناشی از روابط تجاری خود با دنیا اردوگاه‌های اجباری ساختند. شرکت‌هایی که در اون زمان با آلمان نازی داد و ستد کردند و شرکت‌هایی که با دولت آپارتاید آفریقای جنوبی همکاری می‌کردند و حتی امروز هم پس از گذشت سال‌ها از برداشت‌های منفی گسترده‌ای که در مورد اونها وجود دارد رنج می‌برند. هموطنان عزیز، این رو نیوزویک می‌نویسه. حتی اگر شماها در هر جای دنیا که هستید با این حکومت همکاری بکنید، شما هم فردا خجالت زده و شرمنده خواهید بود. به هر دلیلی اگر آب به آسیاب این حکومت می‌ریزید، بدانید که این حکومت با استفاده از این داد و ستدهایی که با شما میکنه، از این کارهایی که شما برای این حکومت در اینجا و اونجا میکنید و منافعی میبرید، فردا خودتون و فرزندانتون شرمنده و خجلت زده خواهند بود، گرچه که با اون کاخهایی رو میخرید به حساب خودتون در امریکا و اروپا و اینجا و اونجا، گرچه که فرزندانتون رو برای تحصیل اینجا و اونجا میفرستید، ولی مطمئن باشید که در نظام طبیعتی چی گم نمیشه. شما فردا تقاص این اعمالتون رو پس خواهید داد. شما خودتون در همین روزگار زندگیتون سیاه خواهد شد، برای اینکه زندگی ملت ایران رو سیاه کردید. چگونه می شود یا آدمی به عنوان نخست وزیر به جای رسته که نخست وزیر ایتالیا شده و یه عده آدم دیگه فقط برای منافع امروزشون راه میافتند، برای هپل و هپل کردن ملت ایران راه میافتند، با یک حکومت فاسد میسازند؟ آیا اینها واقعا واجد شرایط این چنین مقامهایی هستند؟ و تاریخ در موردشون چجور قضاوت میکنه؟ تاریخ در مورد این ملت ها چگونه قضاوت میکنه؟ تاریخ همون قضاوت هایی رو میکنه که در مورد هیتلر کرد و همون قضاوت هایی رو میکنه که ملت سوریه امروز در مورد حکومت ایران میکنند. اجازه بدید تا این ویدیو کلیپ رو هم ببینیم. Masih Alinejad, a journalist with an enviable mane of hair, was imprisoned and ultimately banished from her home in Iran for articles that she wrote exposing corruption. Now, through her website, My Stealthy Freedom, she has encouraged many women in Iran who chafe under the state-mandated hijab to uncover their hair in selfies, which they post online. It's become an expression of the desire of some women for freedom of individual choice under Islam. Let's begin with you, Marilyn Street. Women of Iran, they love you. But if you want to go to Iran, you will be forced to wear hijab like this. This is not Iranian culture. Compulsory hijab is required by a discriminatory law from the government of Iran. My call for action. We love you. Come and visit my beautiful country. But when the people of Iran manage to raise their voices, do not ignore them. I don't ask you to come and save women of Iran because they are brave and smart enough to be their voices. I just ask all the journalists, public figures like Meryl Streep, Tina Brown, Sheryl Sandberg,
every individual of you, be our voices and do not say this is required by law, because slavery used to be legal. If no one objected against slavery, nowadays slavery could have been with us. Be with us. زنان و مردان ایران از هر روزنه ای استفاده می کنند برای مبارزه با این حکومت. برای این حکومت، این حکومت واجد شرایط مبارزه است. برای اینکه این حکومت فاسده. هموطنان عزیز، وزیر علوم دولت اصلاحات می فرماید جامعه ای که به نان شب محتاج است به علم، و جامعه‌ای که به نان شب محتاج است به علم و آموزش فکر نمی‌کند. این وزیر علوم دولت چیه؟ نگاه کنید ببینید که ایشون میگه دولت گذشته مخروبه‌ای را تحویل داده و در وزارت علوم مشغول ترمیم هستیم و ممکن است بعد از چند سال به نقطه صفر برسیم. نگاه کنید 8 سال احمدی نژاد که نور چشم آقا بود و آقا قبولش کرد و اون چنین اون بدبختی‌ها رو برای ملت ایران آورد، این همین کسی است که فقر رو در ایران اون چنان رواج داد که حالا امروز میگن ما چند سال دیگه ممکن به نقطه صفر برسیم. روندی رو که حکومت جمهوری اسلامی داره قرار نیستش که ما به نقطه صفر هم برسیم، برای اینکه اینا با فقیر کردن ملت ایران حکومت میکنن. اینها روند حکومتشون فقیر و فقیرتر کردن جامعه ایرانی است. و شما فکر کنید حکومتی که حتی از نقاشی میترسه، میخوان درس نقاشی رو از مدارس حذف بکنن، حکومتی که عالی پیام رو، آقای حالو رو به عنوان یک شاعر، به عنوان یه آدمی که میخواد حرف بزنه میگیرن زندانش میکنن و میگن شما دیگه حق شعر گفتن نداری. حکومتی که ملتی رو این چنین در زیر یوغ استبداد گرفته، این حکومت ماندنی نیست. اما زنان و مردان شجاع ایران در سراسر جهان تلاششون خواهند کرد تا بقیه زنان و مردان جهان رو هم با خودشون هم صدا کنن و این حرکت ادامه داره. هموطنان عزیز، ما باید وطنمون رو پس بگیریم. ما وطنمون رو باید از این حکومتگران فاسد پس بگیریم و وطنمون رو پس خواهیم گرفت. ما ایرانمون رو پس میگیریم، نهال آزادی رو میکاریم و با جانمون آبیاریش خواهیم کرد. زنده باد آزادی، زنده باد ایران، پاینده باد آزادی، زنده و پاینده باد ایران، زنده و پاینده باد ملتی که برای آزاد شدن و برای رسیدن به آزادی تلاش میکنه.